میرسیم به تقریبا مهمترین قسمت باتری ها که همون پلاک و مشخصات باتری هست که ببینیم به چه صورتی این پلاک ها بر روی باتری ها وجود داره. اگر دقت کرده باشین بر روی تمامی باتری ها ابتدا ولتاژ کاری باتری رو برای ما می‌نویسن. در اینجا مقدار 12 ولت نشون دهنده ولتاژ تولیدی باتری است. در کنار اون مقدار ذخیره شده آمپر داخل باتری رو برای ما نشون میده که ما اونو اغلب مواقع با آمپر ساعت، آمپر آر یعنی آمپر ساعت، مشخص میکنیم که این باتری چند ساعت میتونه به ما انرژی بده. و در قسمت بعد تعداد صفحاتی که در داخل هر خونه باتری وجود داره به ما نشون میده. کلمه PL به معنی پلیت یا صفحه است و 9 تعداد صفحاتی است که در داخل یک خونه باتری برای ما نشون داده میشه. اگر که بخوایم صحبتی بر روی آمپر ساعت داشته باشیم، میتونیم بگیم که مقدار انرژی ذخیره شده در یک باتری میخوایم ببینیم که در چه ساعتی، یعنی در چند ساعت ما میتونیم از این باتری استفاده کنیم و چه مقدار شدت جریانی میتونیم از باتری بگیریم. اگر که شما به این فرمول دقت کنید، ما میتونیم مقدار ذخیره انرژی در اون یک باتری رو محاسبه کنیم. ببینید C به معنی کاپاسیتانس یا ذخیره یا خازن، اگه بخوام در نظر بگیریم، برابر میشه با شدت جریان ضرب در زمان. شدت جریان ما بر حسب آمپر و زمان ما بر حسب ساعت، مقدار ذخیره بر حسب آمپر ساعت برای ما به دست. به طور مثال در شکل قبل ما داشتیم که مقدار ذخیره این باتری 60 آمپر ساعت است. میگه اگر که ذخیره باتری 60 آمپر ساعت باشه، ما بخوایم از این باتری 2 آمپر بکشیم، تا چند ساعت این باتری به ما جواب میده. میایم اینو در این فرمول قرار میدیم. 60 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ میشه 30 بر حسب ساعت. یعنی که اگر از این باتری ما 2 آمپر بخوایم بکشیم، تا 30 ساعت به ما جواب میده. البته اگر باتری در حالت شارژ کامل خودش قرار گرفته باشه. یا اینکه ما بخوایم مثلا از این باتری مقدار 3 آمپر جریان بگیریم، اگر که بخوایم این کار انجام بدیم، اونو در فرمول قرار میدیم. 60 تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ 20 ساعت. یعنی که ما اگر از یه باتری کاملا شارژ 60 آمپر ساعتی 3 آمپر رو بخوایم ازش بکشیم، تا 20 ساعت به ما جواب میده. حالا برعکس این رابطه هم میتونه وجود داشته باشه. اینکه مثلا بگه اگر شما یک باتری 60 آمپر ساعتی داشته باشی، 10 ساعت بخوام ازش استفاده کنیم، چند آمپر میتونیم از این باتری بگیریم؟ خب مشخصه 60 تقسیم بر 10 میشه 6 آمپر. میگه اگر شما بخوای تا 10 ساعت شارژ داشته باشی، حد اکثر جریانی که میتونی از این باتری بگیری مقدار 6 آمپر است. حالا در آمپر ساعت های متفاوت باتری و همچنین تعداد پلیت های متفاوتی ساخته میشه. ببینید هر سه باتری به طور مثال 12 ولت هستن، مقادیرشون 40 آمپر ساعت، 77 آمپر ساعت و 88 آمپر ساعت وجود داره. اگر که ما بخوایم مقدار ظرفیت باتری خودمون رو اضافه کنیم، کافی است که تعداد صفحات مثبت و منفی در یک خونه رو چیکار کنیم؟ اضافه کنیم، یا سطح صفحاتمون رو بزرگتر کنیم.
ببینید شما وقتی میگین نو پی ال یعنی چی؟ یعنی تعداد صفات مثبت و منفی در یک خونه 9 تاست. وقتی که بخوایم 75 آمپر ساعت داشته باشیم، این تعداد صفات مثبت و منفی در یک خونه به چه تعداد میرسه؟ به 15 تا میرسه. یا اگر 88 آمپر بخوایم داشته باشیم، تعداد صفات به 17 میرسه. پس میبینید که هر چی صفحه تعداد صفات مثبت و منفی در یک خونه بیشتر میشه، مقدار آمپر ساعت خروجی ما هم افزایش پیدا میکنه. در مبحث بعدی میپردازیم به الکترولیت باتری و همچنین به اینکه ما به چه صورت میتونیم الکترولیت رو درست کنیم. همونطور که گفته شد، محلول الکترولیت ما از آب و اسید سولفوریک تشکیل شد. بین نسبت آب و اسیدی که باید مخلوط کنیم و درون باتری بریزیم همیشه یک نسبت وجود داره. نسبت ما 3 تاست. یکی نسبت پیمانه‌ای، یعنی به چه صورت میتونیم با پیمانه آب و اسید رو با هم دیگه مخلوط کنیم، یا اینکه نسبت ما نسبت حجمی هست از لحاظ حجم، و همچنین نسبت وزنی از لحاظ وزن این دو مایه بیایم با هم دیگه مخلوط کنیم. اگر که نسبت پیمانه ای باشه، ما میتونیم بگیم 1:3 یا 3:1، یعنی 3 تا پیمونه آب بریزیم، 1 پیمونه اسید بریزیم. میبینید که تعداد پیمونه های آب از اسید بیشتر هست. نسبت حجمی ما، برای این که هیچ وقت فراموش نکنید، حجم اولش از ه استفاده شده، 73 هم اولش از حرف 7 یا حرف ه استفاده شده. پس اگر بخواید اشتباهی رو هیچ وقت نداشته باشید، نسبت حجمی 73، نسبت حجمی 73. وقتی که 73% آب بشه، خب مشخصه باقی ماندهش تا بخواد به 100 برسه، 100% برسه چی میشه؟ اسید میشه. باقی ماندهش میشه چقدر؟ میشه 27. بس مقدار اسید ما میشه 27%. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.